سلام دوباره تقدیم تمام شما خوبان و تشکر از همکار خیلی خوب مهدیه جان و تشکر از شما حیزانی که همه روزه ما را همراهی میکنین در تمام بخش ها. خوشبختانه که باز هم مهماندار هستیم، قسمی که بر شما در نخست عزیزان یادآور شدم که مشکلات خیلی زیادی وجود داره در سراسر افغانستان. حالا ببینیم که چقدر پیشرفت های صورت گرفته در ولایت بدخشان، چقدر ناهم نسته با چه مشکلات دست پنجه نرم میکنه. پس چه خوب است جزئیات بیشتر از آقای نقیب نوری که اینا کارشناس مسائل اجتماعی و همچنان باشنده ولایت بدخشان هستند آگاه شیم. سلام، صبحتان بخیر، خوش آمدید. شما بخیر. بسم الله الرحمن الرحیم. قال رب شهری صدری و یسر لی امری و احلال عقده من لسانی یفقه قولی. سلام و صبح خیر دارم حضور شما و هیئت محترم رهبری تلویزیون خورشید. تشکر. و همچنان سلام و صبح خیر دارم خدمت تمام هموطنان عزیزم در هر گوشه و کناری که هستند. امید است که یک صبح نشاد آفرینی را آغاز کرده باشند. ممنونتان، سلامت باشین. بفرمایید آقای نوری، یک تصویر مکمل از ولایت بدخشان زیبا بر ما داشته باشین، از کوتاه در رابطه با موضوعاتی که باید در نخست و در اولویت قرار داده شده و روش صحبت داشته باشین. میخوایم از شما بشنویم. بدخشان یک ولایتی که در شمال افغانستان قرار دارند، در عین حال یک ولایتی کوهستانی هستند، با یکی دو تا از کشورهای همسایه هم مرز هستیم، به تاجیکستان، به جمهوری چین و همچنان یک ولایتی تقریبا سرسیل هستند که فعلا به نظرم اکثرا ولسوالی هایی که در اون ولایت قرار دارند راه هایشان از لحاظ رفت آمد محترم مسدود شده باشند، چون هوا طبعا سرد شده است و بدخشان یک ولایت سرسیل است. حدود یک 4-5-6 تا از ولسوالی هاش راه هایشان تقریبا مسدود است از لحاظ راه عبور ترافیکی و موتر، و همچنان یک ولایت است که دارای یک فرهنگ عالی و یک فرهنگ بسیار پیشرفته که الحمدلله مردمش یک مردمی علم دوست، علم پرور و یک مردمی که همیشه در پی کسب علم و دانش هستند. از دروازه ها ولسوالی های پنجگانه هستند سر پا می کوبند و به هزار رنج و مشکلات می آیند، درس می خوانند. جای مسیرت است به شخص خودی بنده که مردمش الحمدلله یک مردمی بسیار علم دوست هستند و در عین حال می کوشند تا اولاد و آیندهشان به نحو از روشنایی علم دانش بهره بگیرد. بله، بسیار خوب. آقای نوری، قسمی که همه ما شما تشنه امنیت و تشنه صلح هستیم، پس از امنیت این ولایت بگوین که امنیت این ولایت چگونه هست، خوب است، بد است، چقدر مخالفان مسلح قد نشینی کردن و یا هم کدام ولسوالی از این ولایت را تصرف کردن، میشه کم معلومات بتیم در رابطه به امنیت این ولایت؟ تشکر از شما. امنیت الحمدلله یکی 3-4 ماه 5 ماه است که یک کم ذره بهبود پیدا کرده است و فعلا هوا سرد شده است. هوا که سرد میشه طبعا برادرای ما، به قول آقای حمید کرزی برادرشان بگیم، چون در صدد آمدن برادرای ناراضی ما، چون در صدد آمدن صلح هستیم، باید برادرای ناراضی بگیم یا برادرشان بگیم بهتر است، چون یک کم ذره خویشان به جای شما بیان به چوکات صلح. الحمدلله امنیت فعلا خوب است. امنیت در کل در ولایت بدخشان خوب می باشه. یک 2-3-4 تا ولسوالی هایی که هسته خوب، طبعا در هر ولایت و در مرکز هم یک دناب سامانی هایی هست که مردم را نارام ساخت است و ذهن مردم را مخشوش ساخت است. بدخشان یک ولسوالی درواز، ولسوالی نسای درواز که امسال تابستان شاهد یک سلسله مشکلات بودیم. طالبان یک ماهی بود حضور پیدا کردند، لشکرکشی کردند، بالاخره که مکاتب را نارام ساختند، یک عده مکاتب بیخی رخصت شد، مردم از امو عایدات روزمره تجارت و کاری خود ماندند، حتی نتانستند به سر زمین کشاورزی خود برند. باز هم الحمدلله حکومت وحدت ملی تانستند نیروهای خاصشان از جروان کردند، در تیاره ها رفتند، مردم را دیدن کردند، مناطق را دیدن کردند،
و امو طالبایی که به میدان جنگ برآمده بودند آمدند همراه با نیروهای دولتی و قماندان امنیه ولایت بدخشان از پیششان تشکر میکنیم که خودشان هم در ساحه حضور یافتند و تشریف بردند و طالبا همه طالبای خود منطقه بود او قدر 100% به میدان جنگ نبر آمده بودن خب طبعا هر کس یک عده و خواسته ای داره یا خواستن که یک زور خود نشان بدن که ما یک عده هستیم یک تعدادی از مردم با ما هست که بالاخره اینا آمدن پس به چوکات صلح آمدن در اولسوالی مردم یار خواستن سارانوالی اولسوالی قاضی اولسوالی قماندان امنیه اولسوال خواستن یار در چوکات صلح که در امو محفل و در امو مجلس صلح به وجود آمد و الحمدلله یک دیگری خدا در آغوش کشیدن و بعد از او هیچ نوع اختشاش و نابسامانی دیگر در ولسوالی های درواز نبود. بسیار خب، چون من هست یک فعال اجتماعی و یک باشنده ولایت بدخشان آمدین، بیشتر مشکلاتی که وجود داره و بیشتر خواستتان از حکومت محلی که وجود داره یا از حکومت مرکزی خواستتون چی هست؟ باید کدام کار در اولویت قرار بدن و اگه اقدامی داشته باشن به خاطر مردم و باشندگان ولایت بدخشان؟ تشکر. خواسته بنده و اما خواسته که در اولویت او را قرار میتونم از حکومت وحدت ملی و از دولت مردان محترم هم است که بیاین اول در کل کشور خصوصا در بدخشان که یک پاره از پیکره امی سرزمین است امنیت را برای مردم تامین بکنن. زمان ما امنیت داشتیم همه چیز داریم اولاد ما به مکتب میره بله بدون شک سرک ما ساخته میشه مردم ما کشت و کشاورزی خود ادامه میته همه چیز داریم اولین خواسته بنده تامین امنیت است به عنوان یک باشنده بدخشان و شهروند کوچک امی کشور ثانیاً در راستای ساخت سازی سرک های بدخشان هیچ توجه صورت نگرفته است باور کنید مردم تا به هنوز همون نیازهای اولیه خود را توسط مرکب انتقال میتن سرک از اولسوالی به اولسوالی نیست از مرکز به اولسوالی نیست اگر هستم یک سرک بسیار ابتدایی که موتر میره گاه پوزش در سنگ بند میمانه گاه در دره میره گاه در دریای آمو غرق میشه بنابراین از حکومت محترم وحدت ملی تقاضا دارم در مورد تامین امنیت ولایت بدخشان در مورد ساخت و ساز سرک هایی که از مرکز بدخشان به اولسوالی ها پیوسته است یک کم ذره توجه کنن حداقل رای مواصلاتی مردم را به اولسوالی و از اولسوالی را به ولایت مساعد بسازند چون اگر ما سرک داشتیم یک شهروند خوب داریم شهروند خوب چگونه داریم سبا انتخابات ریاست جمهوری پیش روست اگر ما رای رفت آمد نداشتیم ما چی تو بتونیم رای بتیم چی تو بتونیم که ما بری همه حکومت خود اما حقوق شهروندی خود ادا کنیم در گذشته شما مشکلاتی که وجود داره از لحاظ مکاتب از لحاظ صحی و موارد صحی شفاخانه و مکاتب و پنتون ها سرک ها و امنیت که شما اشاره میکنین در گذشته مشکلات هم وجود داشته دیگه نیست که در همین اوایل مشکلات به وجود آمده باشه چطور تونستین صدایتون رو بلند بکنین و به حکومت برسونین مشکلتون را و اشاره بکنین که هم یکی از ولایت های افغانستان هست و این چنین مشکلات را دارد جوابی دریافت کردین یا اصلا اقدام نکردین موضوع از چه قرار هست مشکلات در گذشته ها هم بود در اوایل حکومت آقای کرزی پیش از حکومت آقای کرزی خوب بیخی افغانستان یک حالت سردرگمی را به خود داشت هر کس از هر گوشه ارزی اندام میکرد و بالاخره که به میدان جنگ میبرآمد با آمدن آقای کرزی و بالاخره که یک کم ذره آرام شدن کشور مردم تانستند به مکاتب و مدارس و بالاخره که یک کم ذره خودش شناختند که ما به عنوان یک شهروند در این کشور حق زندگی داریم ما هم در این جغرافیا زاده شدیم با آمدن آقای کرزی خوب شد یک کم ذره مکاتب جور شد مردم پا به مکاتب گذاشتن و بعد از او الحمدلله مردم یک کم ذره روشن شدن و از امو وقت هم مشکلات ما داشتیم مکتب زکور و اوناس نبود
یک مکتب بود دوم به سرحد بسیار ابتدایی به او علاقه ای که مردم داشتن به علم دانش می رفتیم می دیدی که یک گوشه زمین یک چهار تا سنگ کله به کله کردن مردم اوج اولادایشان برده سنگ زیر پایش است بالایش یک چادر که کشیده درس می خوانه باز هم الحمدلله یک بودجه نسبی و یا یک حالت نسبی برای مردم مهیا شد که اولادایشان بردن درس می خوانن و یک مکاتب توری ابتدایی ساخته شد کتاب هنوز هم مکاتب ذکور و اوناس از هم جدا نشده است و تقریبا یک مکتب است یک دسته اتاق دادن به طبقه اوناس دسته اتاق دادن به طبقه ذکور و یک حالت ابتدایی است در این مورد هم از حکومت محترم وحدت ملی تقاضا دارم که به عنوان یک شهروند چون در قانون اساسی ما و شما آمده است که میان اتباع افغانستان هیچ نوع تبعیض و امتیاز وجود ندارد زمانی که تبعیض و امتیاز وجود ندارد باید امو مردمی بدخشان دروازی بدخشان هم از حقوقشان بهره مند شوند از هلمند هم بهره مند شوند از هر کجا فرق نمیکنه که باشه هر افغانی که در این جغرافیا زاده میشه باید از حقوق مساوی برخوردار باشند. بله بسیار خوب. آقای نوری شما یادآوری کردین از مشکلاتی که در عرصه تعلیم این ولایت وجود داره. آیا در این ولایت فقط یک مکتب وجود داره یا چندین مکتب است که دانش آموزان میرن به علاقمندی طرف درس خوندن شه؟ مکاتب زیاد از یک ولایت خونه میتونه یک مکتب بله. باشه؟ دقیقاً. بدخشان طبعا او باور و او آشنایی که از اون مردم مدارم به نظر ما با علاقه ترین مردم تعریف نشه که بگه از بدخشان بود خود صفتی کرد به نظری بنده با علاقه ترین مردم در افغانستان مردم بدخشان به علم دانش است یک ساعت یک نیم ساعت دو ساعت را پای پیاده میرن تا به مکتب میرسن خواهرها و برادرهای ما و شما هستن مکاتب زیاد است ولی هنوزم برای اون مردمی که علاقه مند درس هستن کفایت نمیکند اگر مکاتب هم هست در حالتی هستند که اصلا خراب هستند سقفشان از بوریا و چوب هسته از بالای سر متعلم ما خاک میریزه در این مورد باید توجه صورت بگیره بله ممنونتان سلامت باشین آقای نوری موارد بسیار خوب را اشاره کردین مواردی که البته باید اشاره میشد تا کسایی که مسئول هستن حکومت محلی هم توجهی داشته باشن صدای مردمشان باشن و بتونن که حالا تا جای مشکلات را به گوش افرادی که مسئول هستن در مرکز برسانن تا این مشکلات و گونه جدی پیگیری صورت بگیره حالا یک ولایتی که محروم هست و فراموش شده هست از لازم صحی سرک پل حالا مکاتب هنوز هم مشکل داره و زیر یک خیمه اگر درس میخوانن این واقعا مشکلات جدی است که باید رویش حتما یک توجه صورت بگیره و تا جایی که توانایش را دارن خود مردم و خود جوانان هم نقششان نداشته باشن ممنون از حضورتان